برنامه امشب من در مورد بیزنسی است که اپوزیسیون راه انداخته و قشنگ کاسبی راه انداختن عزیزان در اپوزیسیون چهل ساله یعنی من خیلی زمانها با که با این افراد به خصوص اینایی که رسانه دارن در لس آنجلس ساعت ها باهاشون تلفنی و اینا گفتگو کردم منتها من یه اخلاقی دارم با کسانی که دوست هستن اینا گفتگو میکنم نه صداشون رو ضبط میکنم نه اینکه بعد حرفای خصوصی رو حتی بعدم که باهاشون دعوام میشه اینا میام رو میکنم خیلی خصوصی اینا رو برای همین نام ها رو نمیگم ولی با همشون جوری بگم بهتون و دیدم که خیلی از اینا میفهمن یه سری چیزا رو منتها دیگه کاسبی رو انداختن دیگه و برام جالب بود اگه یادتون باشه من اینا البته مستاق میخوام بیانم ولی ربطش میخوام بدم بعد به کلیت اپوزیسیون چون کلیت اپوزیسیون به همین شکله یک قطره ای از دریا میخوام بهتون نشون بدم این آقای کامران قادری که یادتونه یه چرخ برداشته بود آقا من پرچم شیر و خورشید دارم میبرم ایران رفت ایران توف کف دستشم هم ننداختن ولش کردن گفتم فقط برو از ایران بیرون اومد بیرون هیچ کاری باهاش نداشتن و حتی ایشون اونجا جرم مرتکب شد چون وقتی ایشون داشت میرفت داخل موبایلش یواشکی داشت زنده پخش میکرد و با مقامات امنیتی ایران شروع به گفتگو کرد و اینا رو همه رو فیلم گرفت خب و این جرمه از نظر بین المللی ولی حتی جمهوری اسلامی اینو انقدر آدم حساب نکرد حتی این جرمش هم نادیده گرفت بگذریم ایشون بعد که من افتادم زندان و اینا که بیشترش هم البته خالی بندی بود و یه دو سه روزی بازداشت بود به خاطر اینکه هر روز فیلم میداد و سیاه نمایی و اینا برام که دیگه فرستانش بیرون یک دعواهای بین اینا بود خواهرش و دیگه یه سری هی پول جمع میکردن اینا حقیقت این آدم چی بود؟ حقیقت این آدم این بود که آقا جان این آدم نه همه اینه که در این چارچوب هستن دو سالش سر رفته بود تو سوه الان دو سال ایشون تو سفره نه کار میکنه نه یه دو سال تو سفره تمام سفرشم به بهانه این که من پرچم شیر و خورشید رو دارم بالا میبرم داره از یک مش آدم های ساده دلی پول جمع میکنه در اروپا و اینا و برای همین پول جمع کردن هم دعواهای داخلی داشتن و نکته جالب اینه که صحبتی رو ایشون داشته با خواهرش و خواهرش با ایشون و خواهرش اونجا لو میده میگه که تو هم با من صادق نبودی از اول به من میگفتی داری فیلم بازی میکنی میخوای پول جمع کنی از مردم من ناراحت نمیشدم ولی من اینطوری شد تو افتادی زندان یک سری از این دوستات به من گفتم به خاطر برخی از حرفای من امکان داره برای تو مشکل پیش بیاد من از وجدان گرفتم از این حرفا صحبت های خواهرش رو گوش کنیم چون من دوست دارم همیشه وای میستم تا سند در بیاد الان هم دعواهای درونی خودشون باعث شده که این سند ها در بیاد حالا گوش کنید بذارید من اینو بیارم یه کارایی کرده که کامران رو میخوام ببرم دارش بزنم تو میدونی من صدر این رفتم بیمارستان تو میدونی من قصه ناره واقعا باور کردم اینا من نمیدونم من کاری که نکرده بودم ولی من باور کردم شاید اینا یه چیزی بهترم من میدونم ولی خیلی بیناموسم خدا اللهی خفت دست پت پکتون میذاره هر کدوم که من اذیت کردی واقعا میگه. یعنی من نمیدونم که این تصافت ها به خاطر خودشون چه من ها رو به من کردم برای اینکه من نذاشتم اونا آقای جواد رسول زاده پول جمع بکنه کامران من که نمیدونستم تو هم میخوای پول جمع بکنی برای خودت کامران من که نمیدونستم تو هم میخوای پول جمع کنی برای خودت خواهرش داره میگه حالا گوش کنیم فهمیدی <تصفح> 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 تو بعد به ما از قبل واقعیتو میگفتی بعد فهمیدم تو هم اصلا با من صادق نبودی میدونی تو بعد صادقانه به من میگفتی بابا من دارم فیلم بازی میکنم والا به من که راستشو میگفتی فیلم داری بازی میکنی من دیگه ناراحت نمیشدم آره یا کاملا خیلی باحال بود میگم من کسیفتر از امید دانا نهیدم چرا من که من که دروغ نمیگم به مردم باش سالانه من میشم کثیف تو که از احساسات مردم سوء استفاده میکنی خواهرش میگه کامران تو هم با من صادق نبودی بعد به من میگفتی فیلم داشتی بازی میکردی که پول جمع کنی برای خودت فایل صوتیش حالا میذاریم در یوتیوب یاران میتونن جلو عقب کنن دوباره بشنون دیگه یکی از دوستان سعید عزیز گفت فامیل هی جلو عقب نکن بعد دیگه توی آرشیف میاد بچه ها خودشون گوش میکنن دیدم راست میگه حالا بعد یاران خودشون گوش کنن حقیقت و اپوزیسیونه همشون همینن طرف هر کدوم به سهم خودشون کلاه برداری میکنن کامران قادری فردیه که توی سویت حوصلش سر رفته و اینجا زندگی میدونی دیگه خیلی دم دموده میشه تکراری میشه و بلند شده دو سال داره با پول مردم با سوء استفاده از احساسات مردم پول جمع میکنه قشنگ اروپا گردی ترکیه گردی ترکیه هم که میدونید واقعا الازه آب و هوا سگش میارزه به کل اروپا مثلا خانم من که ترکیه استماهی بود میگه من حاضرم برم ترکیه زندگی کنم مثلا آب و هوا خیلی هم میدونید که از اروپا میرن ترکیه اصلا خونه خریدن حتی از آمریکا بیشتر خاننده هامون خونه گرفتن اونجا به خصوص آنتالیا اینا و مسئله اینه که ولی مردم ما خیلی از جوانای ما سادن و این چوبا رو من خوردم که دارم بهتون میگم اگه من یک روزی از اپوزیسیون برانداز کامل کشیدم کنار ولی که این حقایق رو دیدم عزیزان اینا رو دیدم با چشمم دیدم به من یک سری از عزیزان کمک کردن دم همشون گرم از حزب مشروطه آقای فعاد پاشاگی و خیلی چهره اونا رو کاری ندارم ولی یکی دو نفر بودن از کسانی که به من کمک کردن کیسه دوخته بودن جالبه ما امیدانا رو میاریم خارج بعد میگیم که امیدانا مبارزی بوده که شعار داده مرگ بر اصل ولایت فقی و فلان و اینا کیسه میدوزیم ده برابر پولی که خرج میکنیم یا کاری که میکنیم امیدو و میاریم خارج از بغلش پول در میاریم که من تو اومدم خارج فهمیدم این قضیه رو دیدم رفتم وبلاگ را انداختن بعضیاشون آی پول بدید و فلان دیدم از من دارم یه کاسبی اینجوری را بندزن و در درون این اپوزیسیون دیدم که آقا جان نه که جمهوری اسلامی خوبه جمهوری اسلامی هم خودش فاسده دعوای من اینه که چرا بعد یک فاسدو برانداز کنم یه فاسد دیگه سر جاش بذارم حرفای من دوستان حزب الله دقت کنن یه زمانه آخه بعضی این بچه حزب میگن امید امیدواریم کامل به راه راست بیاید تو خودت تو راه راستی سی آقا جان ما اتفاقا همین یعنی الان تو راه راستی ما تو بچه حزب رو میخوایم تو راه راست بیاریم فکر نکن حکومت تو حالا به قول ذهن با فهم خودتون صحبت میکن حکومت امام زمانه نه عزیزم بخور بخور خور کسافت کاری در جمهوری اسلامی اگر بیشتر از اینا نباشه در اپوزیسیون کمتر هم نیست یه زمانه آخه برخی از این بچه حزب عزیز ما فکر میکنن مثلا ما از بودیم که فریب خوردیم چی نه عزیزم نه همون امیددانایی هم که گفتم مرگ بر از ولایت با این تفاوت که ماهیت اپوزیسیون برام روشن شد ولی ماهیت درست جمهوری اسلامی اینا چیز نشده جمهوری اسلامی خودش درو جمهوری اسلامی پاش غلطه اینم بگم ولی در اپوزیسیون این حقیقت عزیزان رضا پهلویش مصاحبه سیاسی اگر میکنه فعالیت سیاسی میکنه که زیادم نمیکنه برای اینکه پول بگیره الان همین سری آخرش خبرش در اومد و من میدونم چرا عربستان این کار کرده خبر رو داد بیرون که 300 میلیون دلار داده به آقای رضا پهلوی یه جورایی میخواست به مجاهدین نشون بده یا کارت رضا پهلوی رو در مورد مجاهدین بسوزنه نیسته دعوای خودشون هم دارن دیگه امکان داره یکی از اینایی که مثلا مخالف رضا پهلوی توی دم و دستگاه آل سعود از این قضیه خوشش نیمده با مجاهدین نزدیکتر خبر رو داده بیرون خب مجاهدین که علنی پول میگیرن دیگه گفته بذار رضا پهلوی را من کارتشو بسازم دعواهای خودشونو دارن دعواهایی که در رابطه با لحاف ملا در بین اپوزیسیون و اینا هست به مراتب خیلی بیشتر از دعواهای ایدئولوژیکه یعنی اینجوری نیستش که ما میگیم اپوزیسیون عین همه از نظر ایدئولوژیک و از نظر فلسفهشون عین همان نگنه در چارچوب دعواهای لحاف ملایی که من باشم تو نباشی چرا تو باشی من نباشم همدیگر رو پاره پوره میکنن یعنی از همین روی که این خبر رو میاد بیرون که بعد این پسرک مردک رضا دیوا با وقاحت نوشته که فرقه و تبهکار برای من جل کرده خب مردک به جمهوری اسلامی چه ربطی داره عربستان خبر داده پوسترات عربستانیا درست کردن به جمهوری اسلامی چه ربطی بعد یه مش از این عقب افتاده های رضا پشت سر هم مرگ بر جمهوری اسلامی مرگ بر اون مغز تو که <تصفح> مغز نداری حداقل میگی مرگ بر مغزت مغزت بمیره شاید. یکی دلش سوخت یه مغزی گذاشت تو ذهنت تو این کلت به جمهوری اسلامی چه ربطی داره عربستان چیز کرده همه اینا در اپوزیسیون یه جورایی دارن کاسبی میکنن اونایی که بالا میشن میرن سر قبر شاعرا چهره سیاسی در اروپا کمپ میذارن میرن همشونا نمیخوام باز بکنم با چون باز بکنم با یک لجنزاری است که اصلا نمیشه گفت فقط جمعون عزیز کسانی که پول خرج میکنید یا حتی به اینا توجه میکنید نکنید ایزا من تو این زمینه تجربه کردم زندان جمهوری اسلامی رفتم اروپا رم با همه اینام نشستم پا اونایی هم که خیلی از این دخترایی هم که در اینا روسریشون رو ور میدارن اینا خیلی از اینایی که در تظاهرات ها میرن از خودشون مثلا من که تو این خطا نبودم که واقعا پنج بار همون دفعه اولی که من میرفتم زندان پرونده سازی میکردم برای خودم میومدم خارج مثلا میرفتم اقامت میگرفتم و یا مثل بقیه کسانی که از همین روش ها رفتن تظاهرات فیلم گرفتن از خودشون اومدن اقامت گرفتن بعد میافتن پی زندگیم خودم رو گمه گور میکردم بعد از پنج سال که پاسپورت اصلی مو در سیتیزن این ممالک غربی میشد نه میتونستم برم ایران بیام که الان خیلی دارن همین کار رو میکنن دیگه اینقدر دقدقه دق نداشتم که برنامه سازی کنم ببخشید خودم و سیبل یک مش بی مادر عقب افتاده بکنم که 24 ساعته به خودم و خونوادم و اینا هم فوش رکیک بدن هم تهدیدم بکنن نه ما دغدغه داشتیم دغدغه فکری داشتیم داریم و خواهیم داشت درد وطن داریم ما افرادی مثل من هم تعدادشون اندازه توی این فضای سیاسی بگم خیلی کمه پیدا نمیشه به این شکل اینایی که دارید میبینی همه کاسبی دارن میکنن دیدی دیگه خواهرش چی گفت تو کامران تو هم با من صادق نبودی به من میگفتی فیلم بازی میکنی من دلم نمیسوخت از روز اول هم همه دیدم یه سری از دوستانم رفته بودن براشون لایک زده بودن از روز اول هم گفتم نکنید بابا جان همه شالاتن هم تو این چارچوب ها معنی نداره خب رفتی رفته پرچم شروع خورشید چی کار میخوای بکنی؟ به کی نشون بدی؟ به سری غربی که چی؟ آقا مشکل ما فکری مشکل ما در دو حوزه است عدم شناخت تاریخمون و عدم حتی در چیز بالاتر فکری دارم میگم در دو حوزه است یکی هم عدم شناخت از مناسبات جهانی است مثلا همین برنامه شوروی رو که من ساختم چگونه رئیس جمهورهای آمریکا سر رهبران شوروی رو کلا گذاشتن از کندی بگی که سر خروچوف رو کلا گذاشت از, ری... از آقای ریچارد نیکسون و جیمی کارتر بگیرید که سر لئونید برژنوف و کلاه گذاش سر برجام موشکی از آقای ریگان بگیرید که با آقای میخایل گرباچوف اومد برجام منطقه ای رو امضا کرد و ارتش شوروی از افغانستان رفتن بیرون و و و این رو مقایسه کردم این مناسبات جهانیست در این حوزه خب مردم ما نمیدونن مردم ما تاریخ کشورشون رو نمیدونن تاریخ 2300 ساله 2300 ساله چیه تاریخ صد سال گذشته رو نمیدونن که چگونه خارجی همیشه نفوذ داشته تو این مملکه. چه سر مملکت چه بلاهایی سر مملکتمون اومده چگونه میان خارجی ها و رضا ما رو میبرن مردم ما نمیدونن وقتی که رضا شاه رو داشتن میبردن همون مردم ایرانی که رضا شاه انقدر براشون زحمت کشی خیلی گل و پخش کردند حالا شما ها همون فرزندان همون مردمی هستید که رضا شاه رو داشتن میبردن گل شیرینی پخش کنن فردام خامنه ای رو بخواید اگر بر فرض محالی پیروزی بشید فلانی بشید چیزی بشه اتفاقی بیفته خامنه ای رو بخوان دار بزنن یا تبعید کنن باز گل شیرینی پخش میکنید خیلی خیلی جالبه ولی به من فوش میدید که آی این مثال زد که خامنهای رو با رضا مقایسه کنه ما رو با مردمی که علی رضا خیانت کردن مقایسه کن. بله مقایسه میکنم چون مردم اون زمان هم همین چرندیات امروز شما رو میگفتن قشن در یک دور باطلیم دیگه در یک دور باطلیم همون مردمی هستید که دنبال این بودید که محمد رضا شاه رو بیارن ایران بکنن تو قفس فردا میخواید مقامات جمهوری اسلامی رو بکنید تو قفس آقای خامنه ای یا پسراش رو بکنید تو قفس همون مردمید دیگه فرقتون چیه مشکل ما مشکل عدم آگاهی به تاریخمونه مشکل ما مشکل عدم شناخت از مناسبات جهانی است در هر دوره یا هم همه فکر میکنن حق باهاشونه در اون زمانی هم که آقایون دنبال این بودن محمد رضا شاه رو برگردونن بندازن تو قفس با تک تکشونن بری صحبت کنی الان بعضیشونم پیر شده همچنان کار ما درست بوده اینجوری فکر میکردن و فکر میکنن دیگه مردم امروز هم اینجوری خیلی راحت قشنگ تر یعنی خیلی از اینه که در اپوز بدونی که فکر بکنن یا اینه که جز مردان بدونی که فکر کنن فقط راحت مرگ بر خامنه ای همون تو همونی هستی که مرگ بر شاه گفتش همونی هستی که زمانی که رضا شاه بردن خوشحالی کردی اومدی شربت شیرینی آوردی برای سربازای روسی و سربازای برای ارتش سرخ دیگر تو موقع ارتش سرخ بود و برای سربازای انگلیسی همونی دیگه افرادی مثل کامران قادری فقط امروز دیروز نبودن که همواره بودن کلاهبرداری های سیاسی سوء استفاده از احساسات اگر باز ما اگه کمک مالی از مخاطبانمون میگیریم من زندگی شخصی رو بر اساس پول مردم نچیدم ایزم من زندگی شخصیم خدا رو ازارا مرتبه زندگی خوبیه خانمم اینجا معلم ریاضیه خودم برای یک شرکت اینترنتی کار میکنم اگر من درخواست پول کردم از مردم و از مخاطبانه اولا بر پایه راستی بوده چون برنامه های من که قرار نیست انقلاب بپا کنه ما داریم گفت من همه کارم هم اینه که گفتمان ملی رو توی تمام جریانات سیاسی جا بندازم با تجربه ای که داریم با مطالعه که داریم کار پژوهشی داریم میکنیم و گفتم آقا جان به من اگه کمک مالی بکنی چیکار میکنم کمتر کار میکنم و این در ماه به من هزار یورو برسه من هزار یورو کمتر کار میکنم بیشتر وقت میذارم برنامه وگرنه زندگیمو نچیدم رو پول مردم که مردم در یک ماه یک کرون هم ندن یک یورو هم ندن به قول چیه یه پول سیاه هم نندازن جلوی ما زندگی من مختل نمیشه خب بیشتر کار میکنم کار من گونه ایه که بیشتر کار میکنم خانم من بزنم به تخته کار میکنه زندگیمو میچرخه ولی این هایی که شما میبینید در رسانه های لس آنجلسی در اپوزیسیونی که دارید میبینید اینا همه کیسه روختن همشون تلویزیون لس آنجلسی بیارتون بیاد همشون هر روز میومدن میگفت آقا ما داریم کارمون تموم کارمون تموم شد فلان پول نداریم داریم بسته میشیم اگر اینقدر دلار داری تلویزیون ما بسته میشه هیچ کدومشون هم بسته نشدن اونایی هم که بسته شدن مثل ان تیوی خبر ندارید چی شد پشت صحنه چون مسئله خصوصی بین اختلاف آقای زیاد تابای با همسر گرامیشون بود سر یک داستانی که تو لاس وگاس پیش اومد دعواشون شد تو درونی دعواشون شد پاشید و نه شما نگاه کنید رسانه های پنگزاری مثل, مثل مثلا ایران آریایی و دیوانه وطن این رسانه های لس آنجلسی هر روز گردنشو کج میکنه پول نداریم پول بدید کمک مالی کنید هیچ کدومشون هم بسته نمیشن زندگیشون چیدن رو پول مردم مزخرف سیاسی همین مردک کامران قادری آقا چه حرفی داره واسه گفتن هی دوربین میگیره یکی دو بار نگاه کردن گفتم خدایا کجا رسیدی مردم ما چقدر آخه دیگه ساده دلن چقدر اینایی که به این کمک میکنن احمقن ببخشید اینجوری میگم میگم احمق شد به خودشون میاد حتی الان اومدن تقریبا دیگه 99 درصد فهمیدن سر کارشون گذاشته آخه چی فکر میکنم ولی چی باید به این کمک کنم این کتابی خونده مطالعی داره پژوهشی داره این چه غلطی داره میکنه که انتظار داره مردم کمک کنه دوربین اینجوری میگیره ای میره من پرچم شیر خورشید گرفتم تو جاده دارم میرم خب چیکار کردیم مگه چه غلطی کردیم مگه طرف میره چیز میکنه کلی پرچم شیر و خورشید و چه میدونم مدال و اینا تولید میکنه دمش هم در حوزه خودش ولی هدفه چیه؟ هدفه اینه که بره فرای پهلوی رو ببینه رضا پهلوی رو ببینه دو تا چیز کنه دستمال بندازه چاپلوسی کنه اینایی که به خصوص میرن مثلا یک چاپلوسی میکنن شما ها نمیده. حالا آدم به هم باره مقز هیچ. بعد در حوزه مسئله سیاسی صحبت میکنه مینی اندازه هیچی نمیفهمن نمیفهمه ای پس این تاج و این شیر و خورشید و اینا فقط همین میهن پرستی اینه که تو تاج شاهنشایی بزنی میان پرستی اینه که تو شیر و پشت سرت باشه میخوای صحبت کنی میان پرستی اینه که فروهر باشه و که اگر در عمل مفهوم اینا رو نفهمی اینا که ببخشید نشان چیزی بیشتر نخواهد بود که مهم نیستش نگه نشان کم تو دنیا داریم که پر مفهوم باشه و قشنگ باشه مهم اینه که تو در چارچوب مسئله ایرانی به اینا فلسفه‌شو بدون ای اعتقاد داشته باشی در عمل اعتقاد داشته باشی حرفی که به توتی هم یاد بدی که میاد قشنگتر از حرف میزنه باش صحبت میکنم این همه رفته شیر و خورشید تولید کرده چه میدونم تاج تولید کرده فلان تولید کرده آخرش برمیگرده طرف من میگه که آره رضا پهلویمون اگر بخواد ایران مال خودش ارث پدرشه همینجوری به جان مادرم بریم هم بده داد مال خودشه کل میهن پرستیشون اینه که دعواشون اینه که آقا این شیر و خورشیدی که میذاری روی میز شمشیر باید رو به بالا باشه یا رو به پایین باشه مغزا رو میبینید تو رو خدا آقا بالا و پایین ولش کن تو رو بکن تو وسط هستن بفهم فقط مسئله سیاسی تاریخ چی میدونی مناسبات جهانی رو چی میدونی از بنیه دفاعی کشور چی میفهمی از مسئله امنیت پایدار چه چیزایی رو آگاهی داری نه آقا من میهن پرستم شیر و خورشید گذاشتم رو گاری دارم باش توی خیابانهای اروپا رو آمنم. آخرش هم بفرما خواهرش برگشته یه بار دیگه دوست دارم گوش کنید آخرش هم که خواهرش برگشته بر میگرده میگه که به من میگفتی کلاه برداری داریم میکنیم بفرما این رفتم بیمارستان تو میدونی چقدر من قصه ناره و واقعا باور کردم اینا من نمیدونم من کاری که نکرده بودم ولی من باور کردم شاید اینا یه چیزی بهترم من میدونم ولی خیلی بیناموسم خدا اللهی خفه دست تک تکتون تک میذاره هر کدوم که من اذیت کردی واقعا میگم یعنی من نمیدونم که این تصرفت ها به خاطر خودشون چرا این عذیت ها رو به من کردم برای اینکه من نذاشتم اونا آقای جواد رسول زاده پول جمع بکنه کامرا من که نمیدونستم تو هم میخوای پول جمع بکنی برای خودت فهمیدی تو بعد به ما از قبل واقعیت رو میگفتی بعدها فهمیدم تو هم اصلا با من صادق نبودی مادر صادقانه به من میگفت بابا من دارم فیلم بازی میکنم والا به من که راستشو میگفتی فیلم داری بازی میکنی من دیگه ناراحت نمیشدم بله دیدی به همین سادگی آدم چی بگه برای همینه که میگم عزیزان فقط بعد کار فکری کنین کسانی که میان از این حرفات و فضای مجده هر روز حضب را میندازن گروه را میندازن جوون عزیز مملکت رو خراب نکن به خاطر این آشقالا مملکتت رو نه زندگی شخصی تو به باد بده که جوان مردی میگه بیرید خیابون تظاهرات کنید میفتید زندان ایران آزاد بعد وعید بهتون بعدا قرامت میدیم آخه جمع کن آقای علی جوان مردی به خاطر چند دلار چه ارزشی داره جوانه مردم رو تشویق میکنی مملکت خودشون رو به باد بدن با جون خودشون بازی رفتم این راه ها رو بهت میگم و 33 سالمه ولی ببخشید از 17 سالگی یه پامون زندان و کارهای سیاسی سی حزبی و من از 17 سالگی از اعضای حزب پانیرانیست بودم حتی اعضای اصلی نه هیچ وقت حاضر نشدم از اعضای اصلی باشم از اعضای آزمایشی بودم آقای منوچر یزدی و سرور جعفری و روانشاد محسن پزشکپور همه اینا منو یادشونه یه بچه 17 همین حجت کلاشی که الان هست و ازش بپرسید دیگه اصلا 80 مانو میشناسه تو از. قیافه مارینا رو بهش بگیم میشناسه کامل همش تو همین بحثا بودم و هم تو پانیرانی هم تو گروه های دیگه حالا نمیخوام نام بیارم همه جایی سرک کشیده بودم تو ایران تجربه هم داره بهت میگه درست سنم کمه تجربه پشتمه به این وره آبم رفتم سی تا سی دو تا کشورم گشتم هر روز هم خیلی از سفرام هم چیز نکردم پابلیک نکردم این میگردم آمار میگیرم تجربه است دارم بهت میگم زندگی تو خراب نکن مملکتتو تو به باد نده اگر ایرانو دوست داری دوست داری کاری بکنی همین کاری که داریم تو تیم رو دست میکنیم برو بخون برو مطالعه کن تاریخ مناسبات جهانی رو در چارچوب اقتدار ملی و عزت ملی رو مطالعه کن در این چارچوب کار تبلیغی بکن در این چارچوب تلاش کن که گفتمان رو جا بندازی نه اینکه خودتو ببخشید به باد بدی بعد بری پول بدی به یه همچین آدم های اوباشی که برای همین خرج زنبازیاش بکنه توی ترکیه نه حالا آمار زیاده دیگه نمیخوام بکنم حالا این مثال این بنده خدا کامران قادری بنده خدا دم دستی بود اینه که دیدی همه رو ببین این, این قطره ای از دریا بود رزا هم همینه رضا پهلوی هم همینه همه همینه فقط شاید توشون یه دونه واقعا مریم رجبی باشه که واقعا پول گرفته برای اون ایدئولوژی خودش داره خرج میکنه ایدئولوژی اونم که دیدی چه زنجیری و خائنیان هن دیوانن مجاهدین خلق همه اینا پولاشون برای مسئله شخصیه البته اگر به خانم رکسانا گنجی بر نخوره الان اینو گفتم دوباره میاد فردا ویدیو میزنه میگه امید خجالت بکش بابای من پول از ای گرفت خرج مبارزه کرد. <تصفح> چی بگم به خدا <تصفح> آدم میمونه یعنی رفتارها و گفتارهای اینا رو توی این اپوزیسیون میبینیم واقعا موندم بعد میگن امید چرا عوض شد امیر از اول مامور وزارت اطلاعات بود اومد اینجا عکس شاهزاده مون برد بالا بعد خواست نفوذ بکنه آخه شما عقب افتاده های بیچاره که حتی یه بلیت نمیتونید برای کنسرت بخرید از اینترنت چی دارید که مثلا وزارت اطلاعات بخواد منو بفرسته نفوذ بکنم در بین یک مش سلطنت طلب واقعا عقب افتاده چی داری تو این اپوزیسیون من بخوام نفوذ کنم نه بابا عقل دارم مثل بقیه نخواستم تو آخرش همونجوری باشم اومدم واقعا دیگه اولا تو زندان خیلی چیزها رو متوجه شده بودم دیگه البته خب توی تو این سالها بابا سال کمی نیست 17 از سال 1380 تا الان اف... 97 دیگه 17 ساله اخو عمر کمی نیست. از سال 1380 همه منو توی پانیرانی یادشونه نام آوردم دیگه برید بپرسید حالا فوشمون هم میدن مهم نیست ولی برید بپرسید که انقدر باید وجدان داشته باشن دیگه دیگه همه میشناسن دیگه نه عزیزم کسی من نفرستان اومدم هم همه همهتون دارید مزخرف میگین همهتون در راستای میهن پرستی رو تعریف میکنید چجوری چاپلوسی کنیم برای فرح و برای رضا بعد از مسئله سیاسی اندازه بز نمیفهمی پوزش میخوام اینجوری میگم عقلم کار که گفتم آقا برای چی مگه من از کسی پول میگیرم یا مثلا فلانم که بخوام مگه مثلا زندگی شخصی منو مهمه من همه چیزم ایرانه خط خودم رو جدا کردم تا حداقل بتونم به مردم بگم حداقل بتونم یک درصدی از مردمم آگاه کنم وارد یک گفتمان حقیقی بشیم خیلی بهتر از یک گفتمان های فانتزی مسخره است که الان تو این رسانه ها دارید میبینید بین که رد میشه بین همین عزیزان در این رسانه ها از نوری زاده اینا صحبت ها فانتزیه اصلا چرنده با مسئله حقیقی کاری ندارن اینا همین صحبت که این بند خدا کامران من تا از این لایباشا اون موقع حتی الان خیلی وقت پیش میگفتم گفتم این چه قلطی داره میکنه گوش کنن حرفایی که این میزد با حرفایی که اون بند خدا مردم میزدن با این فانتزی همش کیلوی بقل باید بریزید مفت به سر کوچه بدی قرم میکنه یعنی اینقدر نظر ارزششون عقب افتاده ای آقا خب معلومه میکشم کنار بعد میگن امیر دانا این با ماموریت اومد بین ما عقب افتاده ها نفوذ کنه ما با جمع کنی برگشتن کلیپ برای ما میسازن فلان میکنن دروغ همین ببین تو همه چیزتون دروغ وقتی شما میای کلیپ درست میکنی شناسنامه همسر من و من همسرم یه بار عکس گذاشت رو فیسبوکش بگی آقا جا من منم این کاری کردم منم شناختم گذاشتم گذاشم که آقا ما ناممونم عوض نکردیم من از اولش امید شریفی دانا بودم خانم هم هم از اولش نازنین زرین کلاه, زرین کلاه بوده به هیچ عنوان هیچ نامی رو دیگه وسطش نهی عوض نکردیم بس شناختامه های ما رو ور میدارن فوتوشاپ میکنن یه نامه های مثلا خنددار کمیک میزنن کنارش برم جدی میان ارائه میدن یعنی حتی انقدر شرافت نداره بگی آقا داریم شوخی میکنیم داریم داریم امیدانا رو با خانمش مسخره میکنیم حتی این هم نمیگن به صورت جدی قسم میخورن آقا قضاوت با شما این نامش این بوده قضاوت با شما ترین چیزها رو دروغ میگید کوچکترین مسائل رو باور کنید بارها اومدن این اکثار من بهتون نشون بدم به عنوان واقعی منتشر که قسمم خوردن یعنی منتشر کننده هاش قسم میخورم مثلا شما یه فیلمی بود خود این فخر حالا فخرآور که میدونیم ما بدمون میاد ولی بعد آدم خدایشو بگه یه دونه فیلم این گذاشت چند سال پیش گذاشت تو یوتیوبش گوه آقا من جوون بودم در دانشگاه شیراز ما رفته بودیم سخرانی کرده بودیم در چارچوب اسلامی هم سخنرانی میکنه اولش هم قرآن میکنه فیلم خودش منتشر کرده حالا میخوان فخرآور رو بزنن بعد فیلم رو منتشر میکنن آقای فخر فیلمش فیلم شما پیدا کردیم خب شرافت داشته باش نگاه یوتیوب خودش پیدا کردی پیدا نکردی پس فیلمی نبوده که مخفی باشه تا پیدا کنی خودش آپلود کرده در یوتیوب بعد فیلم اینو پخش کردن ما پیدا کردیم حالا یک آدمی هم وسط سالن یا اون ابتدای سالن نشسته قد بلند و اینا نواش بلند ریشاش بلند یه خود شبیه ما آی امید دانا پای کلاف قرآن فخرآور خب بی شروع موقع من اصلا ده سالم بوده ریش نداشتم <applause> خب من وقتی این دروغاتونو رو میبینم بعد میگید برای چی من اومدم بیرون شما بدتر از جمهوری اسلامی سنت سازی میکنید که دروغ میگید بفرما عکس نگاه کن عکس اومدن فوتوشاپ کردن و قسمم هم میخورن این امید داناست که تو دورانه بسیجی بودنش این لباس پوشیده حالا عکس حقیقی اینه. فقط انقدر تو امر فتوشاپ اینا دیگه تو تو مغزم توی چارچوب تاریخی اینا که مغز ندارن بلند شدن توی فتوشاپ ببینید من فوتوشاپ رو قشنگ درست کردن که از خود اف قشنگتر شده دلت به این خوشه خب آقا من که میدونم این این عکس همین دو سه سال پیش منه بیشتر کله کله دو سه سال پیش منه تو سوئد بودم چجوری میتونستم این عکسو بگیرم صورتم مال دو سه سال پیشه اومدی عکسای منو برداشتی فوتوشاپ کردی بعدم اپوزیسیونی که انقدر عقب افتاده است به خصوص این یکی اکسو. نفهم نفهمم فوتوشاپه میومدن به من میگفتن امید داناتو با توسی ارتباط داشتین جدی نه اینکه بخوان شوخی کنم به جان مادرم جدی فکر میکردن فکر میکردم واقعا مثلا ما با توسی ارتباط داشتیم اکثر رو نگاه کنید اصلی نه فوتوشاپ این یکیه بچه‌ای که تو فیسبوک دارن میبینن عکس تابلو فوتوشاپه یعنی اینایی که توی این اپوزیسیون انقدر شعور نداشتن بفهمن این فوتوشاپه خب آقا ما جمهوری اسلامی رو برانداز کنیم بعد شما رو بذاریم روی کار که ببخشید حتی این عکسی که فتوشاپ هم نمیفهمی بعد میگن امید چرا از اپوزیسیون اومد بیرون آقا کسایی که تا این حد نمیدونن که این عکس فوتوشاپه یا حتی نمیفهمن که آقا جان اون ویدیویی که فخرآور توشه مثلا یکی رو نشون میدم امیدو نمیفهمه اون مثلا ده سالم بوده ریش نداشتم یا رو ریش داره قدش بلنده من اون موقع یه متر هم نبودم قربونت برم قد نکشیدم هنوز نهایتا سوم ابتدایی بودم وقتی من اپوزیسیون از نظر آی کیو از نظر هوشی تا این حد میبینم بر همین اپوزیسیون رو میبینم به کامران قادری دو سال پول دادید که آقا بره ببخشید فاحشه بازیشو بکنه تو ترکیه فلان بکنه آخرش خواهش میگه بگو ما فیلم بازی میکردی ما فکر کردیم حقیقیه وقتی شما رو تو اپوزیسیون بعد مملکت ایران با اون وسعت جغرافیایی و پیچیدگی هایی که داره های کلی از دشمنان وجودی که میخوان ایرانو نابود کنن بعد به من به شما عقب افتاده تو این اپوزیسیون تازه شماهایی که تو فضای رسانه هستید نسبت بقیهشون بهترید دیگه خودتون میگید تازه شما ها اینید برخی از اینه که برنامه ساز بودن باورتون نمیشه این عکسای فتوشاپ واقعا قبل فکر کرده واقعیه تا این حدم شعور ندارید بعد انتظار داشتید ما تو اپوزیسیون بمونیم مملکتمون رو نابود کنی حداقل ببخش اون وزارت اطلاعاتیه اون سپاهی بسیجی آقا بده آقا جنایتکاره حداقل ارزه داشته مملکت رو حفظ کنه دیگه شما اصلا ارزه داری شلوارتو بکشی بالا شما که عمومتونم عزیزان در اپوزیسیون یا شوهراتون ولتون کردن یا زناتون ولتون کردن یا زندگی خصوصیتون و بچه هاتون خیلی هاشون به طرف یکیشونو رو میدونم تو هلند علیه ما چیز میکنه آمار گرفتیم پسر ده سالش دزدی کرده خانومشون یکی نمیخوام خیلی چیزا رو بگم نمیخوام بگم خانومش توی میدون دام هلند یکیشون رفته خانومش اونجا ببخشید فاحش است ولی این اومده داره کار سیاسی میکنه ما تو خیلی عرضه داری خانومتو رو جمع کن پسرت رو جمع کن بعد ما بیایم تو چارچوب این اپوزیسیون بخوایم چیز کنی که هنرش فقط تو فتوشاپ کاریه برو خدا میبینید که همه چیز رو جل میکنن شما حتی نام ما رو توی شناسنامه همون خودمون منتشر کردیم جل میکنید و آدم میمونه به خدا و حال این بخش رو میبندم این سندی بود که خواهر آقای کامران قادری داده بود و این هم جالب بود فردا شب که برنامه نخواهیم داشت ولی برای پس فردا شب... قرار بود یعنی فردا برنامه شاه اسماعیل رو درست کنیم که یه خود برنامه کار میبره پس فردا شب برنامه آماده پخش میشه این بخش برنامه رو میبندم به حال دستتون درد نکنه خیلی ممنون که توجه کردید یه سری از کامنتار رو میخونم برنامه رو جمع میکنم